خب سلام، جادی هستم. فکر میکنم توی ششمین جادی تیوی هستیم، شاید هم پنجمی. اگه پنجمی نداشتیم بعدا یه پنجم میدم. و بررسی میکنیم که کرکرها و قفل شکنهای تازه کار چطور کار میکنه. در واقع وقتی به شما یه فایل اجرایی میدن که انتظار داریم قفلش رو بشکنیم چی کار میکنیم. بقیه ویدیوها رو میتونید توی jadi.net/videocast یا توی یوتیوب یا هر جایی دیگه ببینین. این چیه دیگه؟ برو دیگه کلش رو ببندم راحت شیم. خب اولا که بگم این بحث قدیمی، یعنی واقعا کرکرهایی که دارن قفل‌های برنامه‌های مدرن رو میشکنن اینجوری کار نمی‌کنن. ما داریم یه نگاهی میندازیم که کل این جریان چیه. مال اون زمانیه که من موهام بلند بود، موهامو کوتاه کردم. به نظر خودم که خیلی قشنگ شده. نظر شما رو نمی‌دونم. به هر حال من یه برنامه سی دارم که اینجاست. مطمئناً درکی ازش دارین. سی که احتمالاً بلدین خیلیاتون. اگرم بلد نیستین بسیار ساده است. یه تابع مین داره که اصل برنامه است توش. میگم یه اینپوتی دارم که یه بخشی از حافظه رو براش کنار بذار. ازش به روی صفحه نشون بده، تایپ کن که what is the password و بعد پسورد رو بخون. من کل این درس رو مبتنی بر یه درس دیگه که روی وب دیده بودم متنی در همین مورد درست کردم. برنامه همون خانومه. و بعد یه چیزی رو صفحه نشون بده، بخون ببین یوزر چی میگه، در واقع پسورد رو بگیر. و بعد اگر پسورد ولید بود، پسورد معتبر بود، بنویس correct go inside، درسته میتونیم بریم تو. ولی اگر اشتباه بود بنویس wrong you shall not pass. مردور بود چی بود؟ از اونجا نمیتونیم رد بشیم. و بعد حافظه رو خالی کن و متغیر رو خالی کن، فضایی که بهش داده بودی رو، و از برنامه بیا بیرون. پس چیکار میکنم؟ یه چیزی رو میخونم از یوزر، اگر is valid یک برگردون، یعنی ولید بود پسورد، میگم که اوکی رفتین تو. اگر نبود میگم که شما حق ندارین رد بشین. حالا این تابع is valid چیه؟ یه تابع دارم که یه اینتجر برمیگردونه، یه متغیر رو میگیره، str compare در واقع کامپر میکنه، مقایسه میکنه دو تا رشته حرفی رو با هم، کاراکتری رو با هم، و میگه اگر پسورد با لایف مساوی بود، یعنی اگر استیار کامپر پسورد و لایف صفر بود که یعنی مساوی بودن، یک برگردون، در غیر این صورت صفر برگردون. پس در واقع این تابع صدا زده میشه رو هر ورودی که من میدم و خروجی مورد نظر بر اساس اینکه پسورد درست بوده یا نه تایپ میشه. بذارین یه ادیتور باز کنم. میرم توی جایی که این برنامه هستش، توی ویدئو کمپایلر جی سی سی رو دارم. پس فلان رو کمپایل میکنم به اسم مثلا همون پس، چند تا وارنینگ میده، رد میکنمشون. یه فایل به من داده فایل اجرایی به اسم پس. هر وقت رانش میکنم، بذاریم بزرگترش کنم، ببخشید، آر ام پس. کاری که من کردم این بود که یه برنامه سی داشتم که همینه که این کنار میبینینش. میگم کمپایلر جی سی سی فایل پس سی رو کمپایل کن، به زبون ماشین تبدیلش کن. میدونین این زبون ها زبون هایی هستن که ما آدم ها میفهمیم و برامون راحته. در نهایت وقتی قرار سی پی یو چیزی رو ران کنه به همون زبون ماشین رانش میکنه. و میگم این رو کمپایل کن، خروجیش رو هم بریز توی فایلی به اسم پس. یه فایل من میده به اسم پس که اجراییه، با رنگ سبز میبینینش. اگر رانش کنم میگه پسورد چیه؟ من نمیدونم پسورد چیه. میزنم پسورد جادیه، میگه نه تو اجازه نداری رد بشی. دوباره رانش میکنم، میگم پسورد هپیه، میگه نه تو اجازه نداری رد بشی. اگر من سازنده برنامه باشم یا این سورس کد رو بخونم میدونم که پسورد لایفه. پس میزنم پس، میگه آیا پسورد میدونی؟ میگم لایفه، به میگه او درسته تو میتونی وارد بشی. تا اینجا اومد. اما فرض کنیم این فایل پسی رو، در واقع سورس برنامه رو من نداشتم، سورس غیب شد. فرض کنیم من فقط یک فایل اجرایی دارم به اسم پس و میخوام پسورد رو از توش پیدا کنم، کاریه که معمولا کرکر رو انجام میدن. چیکار میکنم؟ اولین حرکت تقریبا همیشه اینه که میزنم فایل فلان. در مورد هر چیز دیگه هم میتونیم بزنیم، یک دستور فایل رو بزنیم بهتون میگه این فایل چیه. میذارم فایل فلان، به من میگه که این یه فایل ELF 64 بیتی LSP اجرایی پروسسورهای اینتل هستش که داینامیک لینک شده برای گنو لینوکس ورژن کرنل فلان. اوکی
چقدر برامون مفید بود؟ خیلی. الان من میدونم با چی طرفم. من با یه فایلی طرفم که زبون ماشینه. زبون قابل فهم ما رو کمپایلر تبدیل کرده به یه زبون 0 و 1 که ماشین مستقیما میفهمه. پروسسور اینتل در واقع میفهمه. از اینجا فهمیدم. خوشبختانه من در مورد پروسسور اینتل اطلاعات دارم. یک کمی دیگه براتون بزرگش کردم که اذیتتون نکنه بعداً. LS. خب. حرکت بعدیم چیه؟ من اسمم اسم هگز دامپ، چون فهمیدم با زبون ماشین طرفم هگز 16 تایی 16 تایی دقیقاً دستورات زبون ماشین رو به من نشون میده. اگه من همین جوری پس رو نشون بدم یه جوری که من هیچ ازش نمیفهمم. هگز دامپ یه کمی تمیزترش میکنه. من میگم فایل پس رو برام به شکل هگز نشون بده و پایپش کن به لس که صفحه صفحه ببینمش. دقیقاً میگه فایل فرمت ELF در آدرس صفر فایل همون اول اولش نوشته 7F454C46 در واقع که میشه نقطه ELF. اینجا آدرسه که الان تو کدوم آدرس سایت فایلم مثلا کاراکتر صدومش یعنی 100ش به هگز داریم حرف میزنیم 10 هستش. اینجا هم سعی میکنه اگر بشه به شکل کاراکتری درست نشونش داد به من نشون بده. میتونم بیام توش پایین. خیلی وقتا این همچین کاری میکنم. ببینید یه بخشایی از استرینگ ها قابل خوندنه، مثلا لیپ 64، همینجوری میام پایین یه چیزاییشو میتونم بخونم. خیلی وقتا هکرها کرکرها ممکنه همچین کاری بکنن، همینی که بهش یه چیزی میدین. ببینید اتفاقا رسیدم به اینجا آدرس 70 یا چنین چیزایی لایف رو اینجا میتونم ببینم. What is the password این استرینگاییه که توی فایلم بوده، چون مقایسه کردم دیگه کماکان تو فایل باینریش هم هستش که آیا این بخش به زبون اسمبلی و زبون ماشین مساوی لایف هست یا نه. در نتیجه لایف اینجا دیده میشه، میتونم از اینجا کرکش کنم. روش آسان‌تر اینه که دستور استرینگز رو استفاده کنم. به جای اینکه همشو خودم نگاه کنم یه ماشین نگاه میکنه جملاتی که برای انسان‌ها قابل درک رو میاره بیرون. استرینگز با لس دوباره پایپش میکنم که صفحه صفحه بده. در واقع این کار قبلیه، فقط جملاتی که برای انسان ها قابل درک رو به من میده. درنچه من خیلی راحت تر میتونم این 4 تا رو پیدا کنم. 4 تا استرینگ پیدا کردم. میبینم که با جی سی سی تحت اوبونتو کمپایل شده این برنامه و خیلی چیزای دیگه، حتی strcmp، scanf، printf، چیزایی که آدما میفهمن تو زبان سی، اینجا هم اسم تابعش همونه هنوز. اوکیه. اینجا میتونم لایف رو پیدا کنم. اما خیلی وقتا ممکنه که برنامه‌نویس حرفه‌ای استرینگش رو نذاره اینجا مستقیم لایف رو. یه برنامه‌نویس حرفه‌ای حتما اینو هش میکنه که اگه یکی با استرینگز نگاه کرد نبینتش. چیکار میتونم بکنم؟ یه برنامه دارم به اسم Object Dump. آبجکت های داخل یه فایل اجرایی رو برام دامپ میکنه. کلی سویچ داره. مهمترین سویچش برای من داش اس بزرگی که میگه این رو تبدیل کن به سورس اسمبلی. اسمبلی یه چیزیه بین زبون ماشین و زبونای سطح حالا پایین مثل سی و زبان‌های سطح بالاتر مثل پایتون. اسمبلی خیلی به ماشین نزدیک‌تره، ولی هنوز من و شما بهتر از 0 و 1 می‌فهمیمش. دستوراش کمه، دقیقاً سی پی یو رو که به شما می‌فروشن میگن این سی پی یو اینتل AMD این دستورات زبان ماشین رو می‌فهمه به اسمبلی. من با اسمبلی براش برنامه می‌نویسم. در واقع یه جورایی یک به یک با زبان ماشین خیلی به هم نزدیکن. داش اس برای من خیلی مهمه، میگم این فایل اجراییمو به زبان اسمبلی بهم بده. سویچ های دیگه هم مهم. من داش ال میگم لاین نامبرم رو به هم بده. سی خیلی مهمه، دیمنگلش کنه. بذارین سرچ کنم سلش داش سی بزرگ دوباره سلش. میگه دیمنگل یعنی چی؟ دیکود کن لو لیول سیمبول ها رو، سیمبول ها رو به اسم یوزر لیول نیم ها. مثلا اگه طرف برنامه رو با سی پلاس پلاس نوشته و اسم تاور یه چیزی گذاشته، اون اسم تاورم برای من بیار، فقط آدرس نشون نده. پس من داش سی هم همیشه استفاده میکنم و خیلی چیزهای دیگه بزرگ. مثلا اف بزرگ به من میگه فایل آفست رو به من نشون بده، بگو کجای فایل در واقع، فقط عدد سمت این برا نده ستون، این برا هم بگو اگه جامپ دارم بپر به 6 تا کاراکتر جلوتر، یعنی آدرس فلان. دیگه چی؟ خیلی چیز داریم دیگه. این پایین هم جونم مثلا داش دبلیو رو من فکر کنم زدم. داش دبلیو باعث میشه که خیلی باز به من نشون بده همه چیز رو بیاره، یا داش تی کوچیک و اینجور چیزا. Object Dump میکنم داش S داش L داش C بزرگ داش E. الان بهتون نشون میدادم W. من در واقع خود ور رفتم به این نتیجه رسیدم که این بهترینه. همون مقاله هستم که دارم ازش میگم دقیقا همین رو داشت. روی پس صفحه صفحه به من نشون بده. بدون هیچ سویچی بزنم بگم Object Dump کن، فقط سورس پس رو برام تبدیل کن، به زبان اسمبلی کماکان به هم میده. ولی
با این میتونم راحت تر کنم کارم. مثلا اگه جامپ دارم دقیقا بگه به کجا میپره، فقط به من کد نشون نده. الان در واقع اون زبون رو به زبون اسمبلی دارم. اوائل فایل که هیچ برام مهم نیستش، در واقع داره چیز مختلف رو تعریف میکنه. از اینجا میاد مثلا میگه اینیتت این کار رو میکنه وقتی برنامه شروع میشه. میبینیم بذار برنامه توی راحت تر بیام پایین، استارت برنامه، در واقع جایی که بایتی که تو برنامه وجود داره کد هگز برابرش، اگه تو ماشه هگز دامپش میکردیم، اینی که تو اسمبلی این به چه معناست. در واقع وقتی زده 31 یعنی XOR، ED که زده یعنی EBP رو با متغیر EBP، در واقع متغیر مثل رجیستری توی CPU. این دوتا رو با هم XOR کن، بعد موفش کن انقدر، بعد این کار رو بکن. استارت برنامه همینجوری میام پایین ببینم چه چیز جذابی توش میبینم. دو گلوبال فلان فریم دامی ایز ولید، مستقیم اینجاست، هم تابع مین اینجاست، هم ایز ولید اینجاست وقتی دارم اسمبلیش میکنم. اگر من یک کرکر باشم سریعا شک میکنم به ایز ولید، اسم تابعی که به نظر میاد داره پسوردی رو چک میکنه. اگر برنامه پیچیده تر باشه مجبورم از مین شروع کنم یه خط یه خط بخونم که داره چیکار میکنه، ولی من ایز ولید رو میتونم به راحتی حدس بزنم که داره یه کاری میکنه. چیکار میکنه؟ پوش میکنه یه چیزی رو، متغیر موو میکنه، ساب میکنه، چهار تا موو میکنه، بعد یه چیزی رو صدا میزنه، تستشون میکنه، میپره اگر اکوال نبودن. بعد اسمبلی برات باشین یک کمی واقعا جامپ نات اکوال، بعد یه کاری میکنه، بعد یه جامپ دیگه میکنه، بعد موو میکنه و برمیگرده. خیلی پترن مشخصیه. ایز ولید هم که اسمش میخوره پسورد چک کنه. در نتیجه من منطقا همینجا رو باید عوض کنم. توی فایل کجا هستش، بایت چندومه، به هگز چه دستوراتی هست، یعنی در واقع توی A7 6A7 فایلم که برم همچین کد هگزی رو نوشته که برابر اسمبلیش هست موف این رجیستری با این رجیستری. کاملا من دارم میبینم متغیرها رو میذاره، با هم مقایسه شون میکنه، تست میکنه و میگه که بپر اگر مساوی نبودن. وقتی داریم از پسورد حرف میزنیم میگیم پسورد رو بخون، مقایسه کن با این، اگر مساوی نبودن بپر اینجا، در غیر این صورت ادامه بده. کجاست؟ 6C5. بذار اینو بنویسم توی دفتر یادداشت کوچیک. من میگم توی خط 6C5 کدی دارم به اسم 7507. تمام مقایسه ها سر جاشون هستن، من با مقایسه هام کاری ندارم. ها میتونستم هر جور دیگه این لاجیک رو عوض کنم. یکی ممکنه بگه من میگم جامپ نات اکوال بودن، اینو میکنم جامپ کن به اینجایی که این جامپ میکنه احتمالا. من میگم من خیلی کارم آسون میکنم، من عاشق یه چیزی هم به اسم نوپ. توی اسمبلی نوپ میشه نو اپریشن، هیچ عملی انجام نده. در واقع اگر من به جای هر دستوری یه نوپ بذارم، که من شخصا از تاریخ زندگیم از بچگیام بلدم که 0x90 برابر نوپه، یعنی اگه شما یه برنامه از هگز دارین یه جایی 0x90 باشه، یعنی که اینو بیخیال شو برو دستور بعدی، همینجوری ادامه بده. من رونویسی میکنم کارهایی که دوست ندارم رو با نوپ. الان من چیکار کردم؟ این بالا اومدم منطقا دو تا متغیر خونده توی ایز ولید، بعدش با هم تستشون کرده، گفته جامپ کن اگر این دوتا متغیر با هم مساوی نبودن. منطقا این دوتا متغیر یکی عددیه که من رمزیه که من وارد کردم، یکی رمزیه که خودش داره. پس حتی اگر هش کرده بود منم پسورد رو نمیبینم، فقط دارم کد اسمبلی رو عوض میکنم. میگه اینا رو با هم مقایسه کن، اگر مساوی نبودن بپر به اینجا، که خب منطقا میپره به اینجا که میگه آقا اینا مساوی نبودن ها. بعد ادامه میده، میاد میگه که خانم برو مرحله بعد، اینا اوکی بودن. پس من فقط اگه بتونم این جامپو حذف کنم مشکلم حل شده. اوکی، تو پسورد دارم مقایسه میکنم، اگر مساوی نبودن این کارو بکن. من این اگر مساوی نبودن رو میگم مثلا بیخیال شین، اصلا نبود همچین چیزی، هر کاری میکردی قبلا بکن، در واقع در هر حالت درست کار میکنه احتمالا. پس تو کد 6C5 در واقع تو این نقطه از فایل اجراییم 7507 رو باید جایگزین کنم با دو تا 0x90. در واقع یعنی این جامپ رو کلا حذف کنم، بگم متغیر رو مقایسه کن و اینا، بعد بقیه کارو تو بکن. اینی که اگر مساوی نبودن برو فلان جا، که به یارو میگه که آقا اینا مساوی نبودن، حذفش کن.
چجوری این کارو میکنم؟ هر آدم حرفه‌ای از هر چی که داره انگول میکنه قبلش یه بکاپ میگیره. بذاریم مثلا کپی کنم روی چیزی، بگم روی کرک کپیش میکنم. الان اول اون دو تا فایل رو با هم کپی کردم. md5sum نشون میده که فایلا یه جمله یونیک برای هر فایل درست میکنه. ببینین دوتاش یکی الان، چون یه فایلن دیگه. md5sum هر چیزی رو بگیرین یه چیز دراز بهتون میده که میتونید مقایسه کنین که این دقیقاً همون یکی هست یا نه. اگه دوتاشون دقیقاً یکی بودن، یعنی پس و کرک یکیان. میتونستم بزنم md5sum هر چی هست رو حساب کنم. میگه مال کرک اینه، مال پس هم اینه، چون کاملا یکیان. این دو تا فایل یه چیزن. 100% توشون یکی. اگه کوچیکی تغییر بکنه این کلا عوض میشه. خب حالا میگم چیکار کن؟ یه دستوری دارم به اسم printf تو لینوکس که میتونه هر چیزی رو چاپ کنه. خواستم هلو بزنم، حالا شد هلو سر خط. خب من میگم printf کن x90 و x90 دو تا کد 90 رو. از نظر من و شما قابل خوندن نیست، ولی برای یک پروسسور اینتل وقتی به این برسه توی فایل هگز اجرایی، یعنی که هیچ کاری نکن توی این مرحله، برو بعدی. دیدی میتونه رو هر چیزی بنویسه. من میگم که آوتپوت فایلم میخوام چی باشه؟ کرک باشه. فایل کرک رو میخوام دستکاری کنی. بلاک سایزم یه دونه است، هر یه دونه یه دونه توش بنویس، یه بایت یه بایت. کجاش بنویس؟ یادتونه توی 6C5، ولی باید به عدد در واقع 10 دهی بهش بدم. پس ماشین حسابم رو میارم تو مود برنامه نویسیه طبق معمول، میگم 6C5 میشه 1733 تو 10 دهی. پس میگم توی نقطه 1733 بنویسش. دوبار بنویس، چون من میخوام دوتا بنویسم. میتونستم بگم که بلاک سایزم 2 یه بار بنویس، یا اینکه بلاک سایزم 1 یه کاراکتر یه کاراکتر بنویس، ولی دوبار. در واقع میخوام دوبار اونجا بنویسم و میگم که conf مساوی no trunk، یعنی بقیه فایل اینه همین بمونه، این همون فایل نگهدار، فقط در نقطه 1733 که برابر همون 6C5 که اونجا دیدیم دوتا 90 بنویس که تو اسمبلی برابر 9. دوتا نوشت. حالا بذاریم دقیقا هم کار قبلی رو بکنم. md5sum هر دوتاش رو من بده، چون دو بایتش عوض شده کلن md5ش عوض میشه. حالا میتونم کار قبلی ترم هم بکنم، بگم که object dump کن برام فایل crack شده رو، بگم برو توی isValid. میگه اینجا یه چیز داری به اسم isValid، اوکیه. اینجا ببینین چه اتفاقی افتاد. اون چیزی که اونجا پیدا کرده بودم دقیقا همون جای قبلی 6C5 قبلا یه if بود که میگفت این دوتا رو با هم مقایسه کردی، اگر مساوی نبودن برو فلان کارو بکن، برو بهشون خبر بده که اینا مساوی نبودن. الان چی شده؟ 6C5 شده 90 که ما میدونیم توی زبان اسمبلی، توی زبان ماشین اینتل برابر اسمبلی اینتل نوپه، یعنی نو اپریشن، یعنی هیچ کاری نکن. پس من میام دوتا متغیر رو میدم به یه تابعی به اسم is valid، یه متغیر رو مقایسه این میریزتش توی یه چیز رجیستری اون متغیره رو، یه استرینگ دیگر هم که من اینجا نمیبینم میریزه توی رجیستری، با هم تستشون میکنه، هیچ کاری نمیکنه، کارهایی که قبلا میکرد رو میکنه. در واقع اون فراری که اگر اینا مساوی نبودن برو فلان کارو بکن من برداشتم. اسمبلی جامپ داره، میگه این کارو بکن، این کارو بکن، اگه نبود جامپ کن فلان جا. من اون جامپ رو برداشتم، حتی اگه مساوی نبودیم به مسیر عادیش ادامه میده. به چه معنا؟ به معنای اینکه حالا اگه من کرک رو اجرا کنم میگه پسورد چیه؟ میگم یو ها 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 ها. میگه درسته رفتین تو، چون اون خطی که میگفتیم اگه مساوی نبود جامپ کن خبر بده که مساوی نبودن رو، من الان به جاش نوپ گذاشتم. هر چیز دیگه هم بدم، پسورد درستم بدم درسته، چرت و پرتم بدم درسته، هیچی ندم منتظر یه چیزی میشه، انتظارشم بگه درسته، ولی خب اسکنف منتظر میمونه. در واقع هر حالتی الان به من میگه که جوابتون درسته. تبریک میگم، اولین کرکتون رو انجام دادین. مشخصا برای یاد گرفتن کار غیر اخلاقی ما نمی کنیم. اگر برنامه رو لازم داریم فری سافتورش رو می نویسیم، می دوزدیم بعضی وقتا برای آغاز زندگیه، ولی می دونیم که اگه این کار رو می کنیم کار بدی می کنیم. امیدوارم خوشتون خورم باشین و ویدوکست های بعدی رو با هم به خوبی پیش بریم. تبریکم بکنم که توی
آتیتل اینو ضبط کردم اینجوری. خوش باشین و خورم تا شماره بعدی.